زمان جنگ بود، آمده مهاجر داخلی بگویم کابل، ایجا در قسمت خوجاواش میگن نزدیک به میدان های کابل. اینجا ما چوب جمع میکردیم، امروی دیگه تفلا بودم که آدو سبر راه داد که ما پای خدا سر ماین ماندم، ماین انفجار کرد، آدو پای خدا دست دادم. بعد از اون مؤسسه ارتوپیدی کابل ما را خواستن در دفترشان، من منعیس مریضشان برای ما پای مصنوعی ساختن، به صفت کارمندشان ما را قبول کردن. باز ما درس مکتب هم امایت از ایمیا خواندم، بعد برگشتم پس به دفتر ایجا آمدم منعیس سوپروایزر بودم، بعد از اون باز منعیس دیپیوتی دایرکتور یا معاون دفتر شدم. این مؤسسه بخش مختلف داره، بخش ارزی خدمات فیزیوتراپی و همچنان بخش ساخت اعضای مصنوعی که ما پروستیز میگم شما، بخش ارتوز یا بخش قالبای مایوی به اشخاص دارای معلولیت و همچنان عرضه وسایل کمکی مانند وسایل کمکی رفتار مثل عصا، اینا بخش ویلچر است یا بسکلت به معلولین هستن. و همچنان ما در بخش کپاسیتی بیلدینگ یا ارتقای ظرفیت اشخاص دارای معلولیت کار میکنیم. شما عملا دیدین که خانم ها و آقایان دارای معلولیت هست که ما کار میکنن، تقریبا 30% از پرسنل ما اشخاص دارای معلولیت هستن. تعداد زیادی از مستفیدین ما که هستن خانم های دارای معلولیت و اطفال دارای معلولیت میباشن. تا 2022 ما تقریبا 97,815 مریض ما خدمات ارزه کردیم. فعلا ماهانه در حدود 200 تا 200 مستفیدین می داشته باشیم که از خدمات ما مستفید میشن. هیچ چیز نمیتونه مانع آدم شه، نه معلولیت و نه جنسیتش که بوین زن است یا مرد است، فقط اراده داشته باشن و مو انگیزه که دارن مطابق از اون پیش برن، هیچ چیز مانع انگیزه شان نشه. و خصوص خانم ما هیچ وقت از چالش هایی که روبرو میشن با چالش ها تن نتن، کوشا باشن و مقابله کنن با ما و با اشخاص دارای معلولیت. هم چیز معلولیت ناتوانایی نیست، معلولیت بر صورتی که ناتوانایی نیست، یک انگیزه است که به انسان انگیزه میده که چقدر توانمند باشیم.